هموطنان عزیز، همون گونه که به هر حال در طول حدود فکر میکنم بالای 9 سال هستش، من و خادمینی که در کنار من هستن و همیشه تشریف آوردن اینجا، هدف ما این هستش که بتوانیم از کلامی که درش امید هست و باعث نجات میشه برای شما هموطنان عزیز صحبت کنیم، دعا کنیم و با مسیح خدا به من و خادمینی که داده در این شبکه بتونیم باعث نجات ایران و ایرانیان باشیم. اما از آنجا که من خواندگی رو دارم و با هدایت خدا درباره ایران سخن میگم، درباره آزادی ایران سخن میگم، درباره سرنگونی نظام اسلامی سخن میگم، این مسئولیتش کاملا به این برنامه مربوط میشه و به شخص خود من مربوط میشه که این مسئولیت رو پذیرفتم. هیچ ربطی نداره به شبکه محبت اگر احیانا شما مطالبی رو از من میشنوید نسبت به آزادی ایران و یا فراخانی که من همیشه این فراخانها رو دادم، به طور خاص یک ماه پیشم فراخانی رو دادم، سپاسگزار هستم از ایماندارانی که در برابر کلیساهای فارسی زبان اعتراض کردن. که ما این خبر رو البته از خود سایت خبرگزاری فارس گرفتیم که چنین اتفاقی افتاده، با تحقیقاتی که من به عمل آوردم، با عزیزانی که در ایران هستن در تماس هستیم، شبکه‌های مسیحی که من در تماس هستم به من اعلام نکردن کسی رو گرفتن، اما تو این سایت احتمال زیاد بازم خود عمل و رفتار ارتش سایبری هست برای تفرقه، برای اینکه خط مش اپوزیسیون رو دوباره بخوان منحرف کنن و حتی این شبکه رو. از این رو اعلام میکنم که به هیچ وجه مدیران این شبکه قصد این ندارن که در شبکهشون برنامه سیاسی باشه. شخص خود من این مسئولیت رو قبول کردم، سپاسگزار هستم از مدیرانی که در این شبکه هستن و من رو تحمل میکنن و اینم محبت خدا هستش تا ما بتونیم با فیض خداوند آنچه که باعث آزادی و نجات میشه، یعنی همه اینها رو ما در بر میگیریم نسبت به امور خدمتمون. پس خواهشم این هست، بازم لطفاً ادامه بدید، اعلام فراخوان میکنم به مسئولیت خودم، نه رهبری. خواهش میکنم بازم در ماه گذشته به این مسئله بسیار پافشاری کردم، این مسئولیت هستش. شاید اصطلاحاً یه موقع صحبت از کلمه رهبری هم به کار گرفته باشه شده باشه، اما قصد رهبریت نیستش، رهبر رو مردم انتخاب میکنن.